اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دختر پسر گلی رو تو دانشگاه دیدم، با هم راه میرفتن. بهشون گفتم شما نامزدید؟ گفتن نه، ما با هم دوستیم. گفتم که خب این دوستی براتون مفیده یا مضره؟ گفتن فکر میکنیم مفیده. گفتم اگه ثابت کنم مضره چی؟ گفتن بگو آج آقا، ما هم عاقلیم، دانشجوییم، دنبال تعالی هستیم، دنبال فهم هستیم. قشنگ نشوندمشون، باور کنید. مثلا این دختر خانم یا آقا پسر، شما با هم دوستید، هفته 5-6 ساعت با هم قرار میزنید، زیباترین اطرات گلونا، زیباترین قیافه ها، زیباترین دیالوگا رو خرج هم میکنید، ولی هفته 168 ساعت. هر ساعتی از این 168 ساعت که بیاد هم میفتید، اون 5 ساعت زیبایی رو گسترشش میدید. با خنده گفتن چه آجاها واردی؟ گفتم معمولا هم شما با هم ازدواج نمی کنید. آمار اینو میگه، حقیقت و واقعیت اینو میگه. دختر خانم میره با یک آقا پسر دیگه ازدواج میکنه، آقا پسر میره با یک دختر خانم دیگه ازدواج میکنه. وقتی ازدواج کردن کل هفته با هم هم 168 ساعت با هم هم. زندگی فراز و نشیب داره، کم حال داره، بی حال داره، خوشحال داره، ضد حال داره. به محض اینکه این زن و شوهر با هم یک کم استکاک داشته باشن، ضد حال و هم برای هم داشته باشن، به صورت اوتوماتیک و ارادی نیستا، این آقا این خانم همسرشو با دوست قبل از ازدواجش مقایسه میکنه. مقایسه یعنی زلزله ده ریشتری تو زندگی. بعد گفتم آدم های عاقل، آدم خوب زندگیشو رو خط زلزله بنا بکنه؟ گفتن نه. گفتم اگه نمیخواد زندگی آیندهتون رو خط زلزله بنا بشه، بیاید دوران جوانیتون حیا و عفت رو حفظ کنید، یکم مراقبت کنید، یکم مقاومت کنید. چون همه اونهایی که تو دوران جوانیشون خدایی نکرده رابطه حرام و گناه داشتن، زندگیاشون رو خط زلزله بنا شده. اصلا وقتی جامعه بی حیا میشه، جامعه بی حجاب میشه، آدمان ناخودآگاه مقایسه میکنن، چه بخوان چه نخوان. و مقایسه یعنی زلزله ده ریشتری تو زندگی. هیچ جامعه عاقلی زندگیش روی خط زلزله بنا نمیکنه. بیاد حیا حجاب رو، برای همین اسلام میگه صداتون رو با حیا کنید، فلا تقزعن بالقول، چشماتون با حیا بشه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، رفتارتون با حیا باشه، پوششتون با حیا باشه، برای که زندگی ها رو خط زلزله نشه. یا علی مدد.